میثم طمار را بیشتر بشناسیم. کیست میثم؟ او که در عصر سکوت یوعلی گفت و سرش بردار رفت. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا خوش آمدین. در مکتب انسانساز و تربیت کننده امام علی علیه السلام شخصیت‌های بسیار ارزنده و بزرگواری وجود دارند که هر یک از آنها در طول تاریخ الگوی ارزنده‌ای برای جامعه بشری بودند. یکی از این شخصیت‌های بزرگوار که علاقه خاصی به امام علی علیه السلام داشت و حضرت علی علیه السلام نیز متقابلاً وی را بسیار دوست می‌داشت، میثم طمار است. حیات پربار و شهادت افتخارآمیز او برای همه انسان‌های آزاده و مسلمان درس و سرمشق و الهام است. برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کرده و کانال نکس مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را نیز فشار دهید. از سالهای آغازین زندگی او اطلاعات چندانی در دست نیست. محققان نوشتند وی فرزند یحیی و سرزمین نهروان که منطقه میان عراق و ایران است، بعضی او را ایرانی و از مردمان فارس دانستند. لقب طمار را از این جهت به میثم دادند که وی در کوفه خرمافروش بود. ابن حجر عسقلانی می نویسد میثم برده زنی از بنی اسد بود. علی علیه السلام او را خریداری کرد و آزاد نمود، ولی او به گونه دیگری اسیر شد، اسیر والای علی و محبت و عشق او. وی شیفته آن بود که از محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام علم و حکمت بیاموزد. از این رو دل جان خود را دربست در اختیار معارف علوم علوی گذاشت. حضرت علی علیه السلام نیز که او را لایق و با استعداد یافت، دانش و حکمت‌های فراوانی به وی آموخت. حتی برخی اسرار را که به هر کسی نمیتوان گفت و آگاهی از حوادث آینده و بلاها و فتنه‌های زمانه را در اختیار او گذاشت. از این رو میثم طمار را صاحب سر امیرالمؤمنین می‌دانند. عده‌ای از مورخان نوشتند حضرت علی علیه السلام روزی به میثم گفت تو بعد از من دستگیر می‌شوی و به دار آویخته خواهید شد. روز سوم از بینی تو خون خواهد آمد و محاسنت از آن خون خساب خواهد شد. تو بر در خانه عمرو ابن حریث جز آن 10 نفری خواهید بود که به دار آویخته خواهی شد. چوبه ی دار تو از همه آنها کوتاه‌تر است. سپس حضرت آن نخله را به وی نشان داد و فرمود تو را به آن نخله به دار آویخته خواهند کرد. میثم همواره کنار آن نخل می آمد و نماز می خواند و با آن نخل سخن می گفت و به عمرو ابن حریث می گفت من همسایه تو می شوم، برای من همسایه خوبی باش. عمرو به او می گفت آیا می خواهی خانه ابن مسعود یا خانه ابن حکیم را بخری؟ و نمی دانست که منظور میثم چیست؟ این روایات نشان دهنده مقام معنوی میثم طمار در نزد حضرت علی علیه السلام می باشد، به گونه ای که حضرت اخبار زندگی و آینده وی را برایش بیان می نمود. در روایتی آمده است پس از آن که میثم را نزد ابن زیاد آوردند، ابن زیاد به او گفت تو باید از علی علیه السلام برائت بجویی و از او بدگویی کنی و الا دست و پایت را قطع می کنم و تو را به دار می آویزم. میثم می گوید من گریه کردم. ابن زیاد از علت گریه من سوال کرد. گفتم از قول و عمل تو گریه نمی کنم. از شکی که آن روز از خبر مولایم بر من عارض شد گریه می کنم. ابن زیاد پرسید مگر مولای تو چه گفته؟ سپس میثم جریان را نقل کرد. ابن زیاد گفت دست و پایت را قد می کنم، اما زبانت را باقی می گذارم تا دروغ تو و مولایت را آشکار سازم. سپس دست و پای او را قد کرد و او را بالای دار برد. او در بالای دار صدا می زد ای مردم، هر کسی می خواهد احادیث علی علیه السلام را بشنود جلو بیاید. مردم جمع شدند. عمرو ابن حریث به عبیدالله ابن زیاد گفت می ترسم او دلهای مردم کوفه را دگرگون کند و آنها بر علیه تو خروج کنند. عبیدالله دستور داد بروید و زبانش را قطع کنید. سپس زبان او را قطع کردند و میثم به شهادت رسید. ابن حجر عسقلانی درباره میثم طمار می نویسد
میثم در سال آخر عمرش به مکه مشرف شد و در مدینه خدمت ام سلمه همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفتگوی میان ایشان صورت گرفت. وقتی او به کوفه برگشت و دستگیر و زندانی شد، به مختار ثقفی که او نیز در زندان بود این گونه میگوید: تو به زودی آزاد خواهید شد و از مرگ نجات میابی و انتقام خون امام حسین علیه السلام را از کسانی که قصد جان تو را کردند خواهید گرفت. جایگاه والای میثم را در چشم ائمه از سخنان آنان نسبت به وی و نیز از برخوردشان با او در صحنه عمل میتوان دریافت. صفا و صمیمیتی که میان امام علی علیه السلام و میثم بود و میزان رابطه مودت‌آمیزشان را از اون الفت این دو نسبت به هم میتوان شناخت. حضرت حتی به مغازه خرمافروشی میثم میرفت و در آنجا با او صحبت میکرد و قرآن و معارف دین را به او میآموخت. میثم یکی از فقیه ترین و عالم ترین اصحاب حضرت علی علیه السلام می باشد. او علم تفسیر قرآن، علم غیب، علم حدیث را در مکتب علی علیه السلام فرا گرفت و در زمینه های مختلف به جهان اسلام خدماتی ارائه نمود. مزار میثم کجاست؟ مدتی پیکر پاک و مطهر میثم پس از شهادتش بر سر دار بود. ابن زیاد برای اهانت بیشتر به میثم اجازه نداد که بدن مقدس او را فرود آورده و به خاک بسپارند. به علاوه میخواست با استمرار این صحنه از زهر چشم بیشتری از مردم بگیرد و به آنان بفهماند که سزای مدافعان و پیروان علی علیه السلام چنین است. ولی غافل از آن بود که شهید حتی پس از شهادتش هم راه را نشان میدهد، الهام میبخشد، امید میآفریند و مایه ترس و تزلزل حکومتهای جور و ستم میشود. 7 تن از مسلمانان غیور و متحد که از همکاران او و خرمافروش بودند، این صحنه را نتوانستند تحمل کنند که میثم شهید همچنان بالای دار بماند. با هم همپیمان شدند تا پیکر شهید را برداشته و به خاک بسپارند. برای غافل ساختن مامورانی که به مراقبت از جسد و دار مشغول بودند، تدبیری اندیشیدند و نقشه را به این صورت عملی ساختند که شبانه در نزدیکی آن محل آتشی افروختند و تعدادی از آنان بر سر آن آتش ایستادند. نگهبانان برای گرم شدن به طرف آتش آمدند، در حالی که چند نفر دیگر از دوستان شهید برای نجات پیکر مقدس میثم از آتش دور شده بودند. طبیعتاً ماموران که در روشنایی آتش ایستاده بودند، چشمانشان صحنه تاریک محل دار را نمی‌دید. آن چند نفر خود را به جسد رسانده و آن را از چوبه دار باز کردند و آن طرف در محل برکه آبی که خشک شده بود دفن نمودند. صبح شد، ماموران جنازه را بردار ندیدند. خبر به ابن زیاد رسید. ابن زیاد می دانست که مدفن او مزار هواداران علی علیه السلام خواهد شد. از این رو جمع انبوهی را برای یافتن جنازه میثم مأمور تفتیش و جستجوی وسیع منطقه ساخت، ولی آنان هرچه گشتند اثری از جنازه نیافتند و مایوس گشتند. مرقد مطهر میثم تمار در چند صد متری مسجد کوفه و در کنار خیابان اصلی کوفه به نجف قرار دارد. بر روی قبر مطهر میثم ذریح کوچک و بر بالای آن گنبد آبی رنگی وجود دارد و گواه پیروزی حق و شاهد رسوایی و نابودی باطل است. در سرزمین عراق در محلی میان نجف اشرف و کوفه بارگاهی است که مدفن میثم تمار است. بر سنگ مزارش نام میثم به عنوان یار و مصاحب علی علیه السلام نوشته شده است. تشکر از همراهیتان دوستان. برای حمایت از ما نیکس میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین ویدیوی ما را لایک کرده و نظریاتتان را در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار.